در مکتب استاد درس‌هایی از پرورشکده سیر انشایی تحول جوهری. خیش را بشناس نز راه قیاس. خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مصطفی آزمایش. پیشین یادآور شدیم که در قرآن مجید صحبت از حضرت سلیمان نبی علیه السلام به میون اومده و اشاراتی که اهل تفسیر اون رو حمل بر این کردند که ایشون با استفاده از انرژی هوا باد از نقطه‌ای به نقطه دیگه مسافرت می‌کردن. در این چهارچوب یادآور شدیم که افسانه‌های عامیانه ایران مثل دارابنامه ترتوسی، دارابنامه بیغمی، آکنده از اشاره به وسائل هواپیماست، وسائلی که در هوا حرکت میکنه، از یک نقطه میره به نقطه دیگه. اما نقطه باریکی که در تمامی این افسانه ها وجود داره اینه که این وسائل مورد استفاده آدمیزاد نیست، مورد استفاده جنس بشر نیست. الان گفتگو بر سر حیات و زندگی در سایر نقاط فضاست. دانشمندان، ستاره شناسان، کیهان شناسان وقتی به ابعاد گیتی، به اعماق کیهان با تلسکوپ هایی که خارج از جو زمین در فضا معلق و در دورانه نگاه میکنن، عکس برداری میکنن، با پیشرفته ترین تجهیزات علمی عکس هایی گرفته شده رو تجزیه و تحلیل می کنن،
در برابر بی پایان اجرام کیهانی و سماوی، قانون احتمالات حکم میکنه، قانون احتمالات، که زمین نمیتونه تنها نقطه‌ای در عالم هستی باشه که در اون حیات و نیروی تعقل تکوین پیدا کرده. پس قانون احتمالات به انسان امروز گوش زد میکنه که در گیتی تنها نیست، موجودات دیگه هم هستند. و البته نظر به همین اقتضای قانون احتمالات، دانشمندان یک پروژه بسیار بسیار عظیمی رو اومدن برپا کردند و هدف از برپا کردن این پروژه استقرار بشقاب‌های رادیو تلسکوپ‌های بسیار بسیار نیرومند در اقصا نقاط کره زمینه، به این منظور که از گوشه و کنار عالم اگر امواج رادیویی پخش بشه که هدف از پخش اون ایجاد ارتباط با یک موجود جاندار و هوشمند در یک نقطه دیگه کیهان باشه، اینها قادر به اخذ اون باشن. دنبال این میگردن که اون فرکانس های مخصوص اون امواج احتمالی رادیویی رو پیدا بکنند. و این یک پروژه بین المللیه، بسیار عظیمه. همین برپا کردن این رادیو تلسکوپ های بسیار عظیم، این بشقاب های بسیار حساس و نیرومند، تمامی دستگاه ها و تجهیزاتی که در مراکز کنترل استقرار پیدا کرده و شبانه روز در حال ثبت امواج دریافتیه، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده قبول این واقعیت توسط بشر دانش پژوه امروزی که انسان در جهان تنها نیست. همه جا داره به دنبال یه موجود زنده دیگه میگرده. همه جا داره دنبال شرایط مناسب حیاتی میگرده. همه جا در اقصا نقاط کیهان سعی میکنه به دنبال منظومه های خورشیدی بگرده. سیاراتی که در اطراف خورشید میچرخند. نه خورشیدها، بلکه خورشیدهای دارای منظومه ها، سیارات، سیاراتی که از میون اونها احتمالاً بعضی ها شرایط حیاتی مانند کره زمین میتونن داشته باشن. احتمالاً موجود زنده‌ای میتونه در اونجا تکوین پیدا کرده باشه، سالها، قرنها، هزارها پیش از تکوین انسان. انسان صد هزار ساله که وجود داره در عالم. عالم مدت بسیار زیادتریه که وجود داره. یعنی برای مقیاس کیهانی از سال نوری استفاده می کنند. میگن احتمالاً
آفرینش کیهان بین 13 تا 15 میلیارد سال نوری قدمت داره. حال در این طول زمان چند خورشید اومده و رفته، چند منظومه اومده و رفته، و بنا به قانون احتمالات چند سیاره آمادگی تکوین حیات رو داشته، و در میان اون سیاره های بیشماری که احتمالاً آمادگی تکوین حیات رو داشتند، تو چند تاش حیات به وجود اومده، و از اون میون بنا به قانون اِوولوسیون، بنا به قانون تکامل، چند فقره از اون سیارات بنا به قانون احتمالات حیات درش به حیات هوشمند تبدیل شده، و اون موجودات بنا به قانون احتمالات در کجای پلکان تحول و تکامل نیروی عاقل قرار دارن؟ اینها سوالاتی که برای بشر وجود داره، اما به دنبال قرینه میگرده، به دنبال برهان عینی میگرده. این برهان عینی چی میتونه باشه در وهله اول؟ پیامی که دریافت بکنه از قعر کیهان. یکی از قعر کیهان موجی بفرسته که بگه من هستم. بشر تشنه این لحظه است. تمام این دستگاه ها، تمام این بودجه های کیهانی سرسام‌آور برای چیه؟ برای گرفتن یه پیام کوچیک، یه موج رادیویی که روی یک فرکانس خاصی فرستاده بشه و در واقع یک طول موج معینی داشته باشه، یک فرکانس معینی داشته باشه، به با یک قانونمندی خاصی پخش بشه که نشون دهنده این باشه که توسط مثلا ستارگان تپنده این موج ارسال نمیشه، بلکه منبع فرستندهش یه موجود هوشمنده، با استفاده از تکنولوژی داره این کار میکنه. اینها سوژه های مورد بحث کیهانشناسانه، سوژه های مورد بحث دانشمندانه، استادان رشته فیزیک، استادان رشته آستروفیزیک، رشته های دیگه. حال ما اینقدر دور نریم. خیلی دور نریم. دانشمندان معتقدند که در این منظومه شمسی هم حتی احتمال تکوین حیات اختصاص به کره زمین نداره. معتقدم که چه بسا بتونن آثار حیاتی رو در خارج از کره زمین، ولی نه بیرون منظومه شمسی، کشف بکنند. در نتیجه سفر به فضا، سفر به کره ماه و برنامه‌های متعدد برای ارسال سفائن تحقیقاتی به سایر سیارات منظومه شمسی در این راستا صورت می‌گیره. می‌خوام ببینم که آیا فرض بفرمایید که کره ماه
مناسب و مقتضی مزاج حیات هست یا نیست، میتونه تو زندگی تکوین پیدا کنه یا نه. میرن ببینن نمیتونه. سایر سیارات. اما اون چیزی که الان امروز به طور قطع و یقین بهش دست پیدا کردند و البته به صورت گمان و تخمین از زمانی که اصولا دوربین نجومی اختراع شده تا امروز راجع بهش گفتگو بوده، مسئله جاندار، حیات، زندگی ارگانیک در کره مریخه. اطلاعات وقتی کم باشه، کم باشه، یه مقدار کوچکی اطلاعات وقتی شما داشته باشین و در این حال یه تئوری هم در مغزتون وجود داشته باشه، از این اطلاعات کوچیک برای اثبات اون تئوری خودتون از میزان بسیار زیادی خیال پردازی استفاده میکنید. وقتی دوربین نجومی اختراع شد، یواش یواش تونستن ذره‌بین های دقیق تر و بزرگتری رو تراش بدن، با دقت بیشتر تونستند به سطح مریخ نگاه بکنند، مشاهده کردند که یه لکه هایی در روی کره مریخ وجود داره که تغییر شکل و تغییر رنگ میده. بعد متوجه شدند که گردش کره مریخ به دور خودش بر روی محور عمود نسبت به مداری که روی اون به دور مرکز منظومه شمسی میچرخه نیست، بلکه دارای یک زاویه تمایل. در نتیجه متوجه شدند که در مریخ هم فصل وجود داره و متوجه شدند که 4 فصل وجود داره و متوجه شدند که تغییر لکه هایی که از طریق دوربین های نجومی قابل رؤیت در روی کره مریخه با تغییر فصل تغییر شکل و تغییر رنگ پیدا میکنه. این اطلاعات بسیار اندک و ناچیز قوه خیال پردازانه بشر رو برای اختراع این تئوری که در مریخ موجود زنده وجود داره، اونجا باغ وجود داره، آبیاری وجود داره، کانال کشی وجود داره، تمدن وجود داره، نمیدونم موجودات بسیار پیشرفته تر از ما وجود دارن و غیره و غیره، در ذهن خیال پردازانه بشر این تئوری ها تکوین پیدا کرد که البته اینا افسانه سازی و خیال پردازی بود، هیچ تکیگاه علمی نداشت. لازم بود که بشر سالیان دراز تلاش و مرارت به خرج بده، دست از کوشش نکشه تا به اونجایی برسه که بتونه حقیقتاً سفاینی رو درست کنه، وسائل فضاپیمایی رو درست کنه که اینها بتونن پرواز بکنن، از زمین به مریخ برن و در سطح مریخ بشینن، خاک برداری کنن، خاک رو تجزیه و تحلیل بکنن و نتایج علمی به دست اومده رو به زمین ارسال کنن، از سطح مریخ عکس برداری کنن، عکس هاشون رو به زمین ارسال کنن، در مریخ حرکت کنن، از زمین کنترل بشن. به این
درجه از پیشرفت بشر نائل شده. الان مدارپیماهایی هستند که دائم دارن دور مریخ میچرخن و دارن از سطح مریخ عکس برداری های بسیار دقیق میکنن. نقاطی رو که 10 سال پیش عکس برداری کردن الان دوباره عکس برداری میکنن، عکس‌ها رو میذارن کنار همدیگه مقایسه میکنن ببینن چه تغییر و تحولی ظرف این 10 سال ایجاد شده. حال با توجه به مجموعه اطلاعات قطعی و برهان، نه ظنی نه تخمینی، تحقیقی، دانشمند به ما چی میگه؟ پژوهنده به ما چی میگه؟ میگه قطعاً کره مریخ زمانی پوشیده از آب بوده. این قطعی. همچنان که دانشمند به ما میگه که آقا این کویری که وجود داره این زمانی پوشیده از آب بود. دانشمند به ما میگه که زمانی مریخ پوشیده از آب بوده. یعنی قطعاً آب در کره مریخ وجود داشته. و من الماء کل شیء حی، جایی که آب باشه قاعدتاً زمینه برای تکوین حیات فراهمه. الان ما هرچی میگردیم در سطح مریخ آب نمیبینیم، اما قطعا در مریخ، در سطح مریخ آب وجود داشته. حالا باید دنبال آثار حیاتی بگردیم. حال چند بحث اینجا مطرح میشه. یکی این که آیا زمانی که مریخ پوشیده از آب بوده حیات توش تکوین پیدا کرده؟ بحث دوم اینه که وقتی ما قطعیت داریم که مریخ دارای آب بوده، این آب الان کجا رفته؟ بگردیم آب رو پیدا کنیم. آب کجا رفته؟ بحث سوم اینه که اگر آب به صورت مایع در مریخ وجود داشته و این یکی از مقتضیات و لوازم تکوین حیات توش فراهم بوده، اگر حیاتی توش به وجود آمده در چه درجه از سطح تحول بوده؟ در سطح باکتری بوده؟ در سطح میکروبی بوده؟ میکروارگانیستی بوده؟ حیات تکیاختهی بوده؟ چه جور حیاتی بوده؟ تا چه اندازه تحول پیدا کرده؟ بعد چی بر سرش اومده؟ آیا تحولات بیشتری داشته؟ موجودات پرسلولی توش به وجود اومدن؟ اینا کجا رفتن؟ چی شده؟ اینا سوالاتی که برای بشر، اون چیزی که الان به طور قطع بهش رسیده اینه که زمانی بوده که کره مریخ پوشیده از آب بوده، الان نیست. به این درجه که ما رسیدیم از جواب، متوجه میشیم که کره زمین تنها گهواره تکوین موجود زنده در خود منظومه شمسی نبوده، کره مریخ هم بوده. حال آیا در کره مریخ موجود زنده تکوین پیدا کرده یا نه، این سوال دیگه ایه که بعداً باید پاسخ داده بشه بهش در پژوهش های آتی. فعلا ما متوجه میشیم که کره زمین تنها نبوده. خب حال به زمین برمیگردیم، میگیم آقا اینجا که الان کویر لوته، اینجا قبلا پوشیده از آب بوده. اونجایی که صحرای کالاهاریه، اونجایی که صحرای لیبیه، اونجایی که صحاری برهوت عربستانه،
اونجایی که الان مثلا دریاچه نمک قمه، قبلا در هزارهای پیش اینجاها همه آکنده از آب بوده، اما چون جریانات هوایی عوض شده، اومدن ابرهای باردار با تغییر جریانات هوایی متوقف شده و در اثر تابش خورشید آب موجود بخار شده و آب دیگری جاش رو در اثر بارش نگرفته، این دریاچه ها که بقایای اون دریای بزرگی بوده که کره زمین رو پوشونده بوده، این دریاچه ها به تدریج تبخیر شده و جای خودش رو به نمکزار و به کویر داده. همین واقعیه که مثلا اگر این رودهای بسیار عظیم به دریاچه خزر نریزه، این دریاچه خزر هم همون سرنوشت رو پیدا خواهد کرد. این دریاچه بسیار عظیم، دریاچه های کوچکتری که وجود داشتن مثل دریاچه اورال، الان دریاچه بسیار بسیار عظیمی بود، ماهیگیری و کشتیرانی توش میشد، حتی الان خشک شده، تبدیل به کویر برهود و لمیزره شده. چرا؟ چون اون رودخانه هایی که به اینجا ریخته میشد مسیرش رو تغییر دادن برای آبیاری مزارع پنبه و غیره و زاله. در نتیجه چون آب نیمد به این رودخونه و این دریاچه و آب موجودش تبخیر شد، اینجا کبیر شد. پس بحث بر سر اینه که قبلا اگر اینجا دریاچه بوده چرا الان کبیره؟ این بحثی رو که ما میتونیم راجع به کویر لوت بکنیم، میتونیم در هر نقطه دیگه گیتی که در اونجا قبلا آب بوده و الان حالت کویر و شورزار داره به عمل بیاد. من جمله در مورد مریخ. بحث بر سر اینه که چه بر سر اون آب اومده؟ اون آب کجا رفته؟ حال اخیراً مدارپیمای اروپایی فرستاده شده به کره مارس، به کره مریخ، به تحقیق به این نتیجه رسیده از طریق عکس برداری متعدد و بسیار زیادی که از قطبین مریخ به عمل آورده، از دو قطب مریخ به عمل آورده، به این نتیجه رسیدند که مجموعه آبی که در کره مریخ وجود داشته الان به صورت لایه‌های متعدد یخ در قطبین کره مریخ قرار داره. یعنی یخ موجود در دو قطب کره مریخ دیوکسید کربن نیست، بلکه H2O، یعنی آب. آب منجمد و یخ بسته شده است. و میزان لایه های متعدد یخ در قطبین مریخ به اندازه ایه که اگر اینها از حالت انجماد در بیاد و تبدیل به مایع بشه، دوباره سراسر کره مریخ رو میپوشونه، در یک اقیانوسی به عمق 11 متر سراسر کره مریخ پوشیده از آب میشه، به اقیانوسی با عمق 11 متر. میزان آبی که در کره مریخ در قطبینش وجود داره میتونه سراسر کره مریخ رو بپوشونه با یه اقیانوسی به عمق 11 متر. یعنی این میزان آب با میزان آبی که روی کره زمین وجود داره قابل مقایسه نیست، ولی در هر حال قابل توجه. پس مشخص میشه که آبی که در مریخ وجود داشته در قطبینش ذخیره شده، تبدیل به یخ شده، مثل یخهایی که در
قطب شمال و قطب جنوب زمین ذخیره شدن. مثل قطب جنوب زمین که قطبه، یعنی اقیانوس نیست، اما آکنده از یخه، یخی که قبلا آب بوده. اگر حرارت در کره زمین به هم بخوره، یخهای قطب جنوب آب بشه، چه اتفاقی میفته؟ یه قاره‌ای که پوشیده از یخه از زیر یخ سر بیرون میاره، یعنی قطب جنوب. اما قطب شمال اقیانوسه، اقیانوس منجمد شمالیه، اقیانوسه که به اون ترتیب یخ بسته. این تفاوت قطب شمال و قطب جنوب در اینه. حال کره مریخ هم دو قطبش به علت شدت سرمایی که در اونجا حاکمه، مجموعه ذخایر موجود آب سطح الارضی در این دو ناحیه به صورت یخ زده وجود داره. پس آبی که در مریخ بوده بخار نشده که در جو پراکنده بشه یا از جو مریخ فرار کنه بره. این تئوری هایی که قبلا گفته میشد غلطه، باطله. اگر در اتمسفر مریخ، در جو مریخ با این همه تحقیقاتی که کرده بودن نشانه ای از بخار آب مشاهده نمیشد، به این دلیل اونا دنبال یک قرینه برای وجود آب در مریخ میگشتن و این قرینه رو پیدا نمیکردن، الان به طور یقین این آب رو در قطبین مریخ به دست آوردن. دنباله بحث رو ادامه میدیم. بیا بیا که دوباره بهشت و رضوان در این جهان زبروی دل راهی آورد. بیا بیا که دوباره بهشت و رضوان در این جهان زبروی دل مجدد. یاران عزیز، بحث خودمون رو در مورد حیات به معنی زندگی، زندگی ارگانیک ادامه
ادامه میدیم، دنبال میکنیم. گفتیم که مریخ به طور قطعی دارای آب و الان این آب به صورت یخ در قطبینش انجماد پیدا کرده و ذخیره شده، اما قطعا دوره‌ای در تاریخ هستی کره مریخ بوده که آب به صورت مایع سطح این کره رو پوشونده بوده و جایی که آب باشه مناسب ترین زمینه برای تکوین حیات فراهمه و خود به خود وقتی حیات تکوین پیدا بکنه، تکوینش همراه با آغاز روند تکامله. حال نظر به اینی که این مقدمات رو چیدیم، میخوایم به این نتیجه برسیم که اگر عده‌ای باشند که به این صرافت باشند یک تئوری ارائه بدن که در مریخ نه فقط حیات احتمال تکوینش وجود داشته و نه فقط حیات وقتی تکوین پیدا کنه خود به خود روند تکامل به خود شروع میشه و این تکامل حیات رو از اسیدهای آمینه ابتدایی ترین چرخه حیات تا موجودات پرسلولی و تا نیروی اندیشه سامان میده و پیش میبره. نیروی اندیشه یعنی حیات ارگانیک، اهمیتش در اینه که به اینتلیجنس میرسه، یعنی به محاسبه و تجزیه و تحلیل. البته اینتلیجنس یعنی قدرت حلاجی، قدرت آنالیز، قدرت کریتیک، نقد، تجزیه و تحلیل. اینها اختصاصی به حیات ارگانیک نداره، اختصاصی به کارکرد سلول های مغز نداره. ما مشاهده میکنیم که هوش مصنوعی یک واقعیت غیر قابل انکاره که خارج از مغز. خود همین سفینه هایی که میرن برنامه ریزی شدن برای انجام کارهای متعدد از این نقطه در کره‌ای که خیلی فاصله داره در فضا نسبت به کره زمین، این دستگاه کوچک برنامه ریزی شده میره اون کارهایی رو که براش برنامه ریزی شده انجام میده یکایک. اینا هوش مصنوعیه. هوش اختصاص به کارکرد سلول های مغز نداره. اما حیات در تکوین خودش به هوش میرسه، به اینتلیجنس، به هوش میرسه. حال ممکنه یه عده‌ای این تئوری رو داشته باشن که معلوم نیست که شرایط حیاتی کی در کره مریخ متوقف شده، به چه دلیل متوقف شده، معلوم نیست چه مدتی کره مریخ آکنده از آب بوده، سطل عرض مریخ پوشیده از آب بوده، هنوز مشخص نیست. بعداً مشخص میشه در تحقیقات بعدی و پژوهش‌های آتی با تجهیزات دقیق تر. شاید 1 میلیارد سال این کره دارای آب بوده، شاید در طول اون 1 میلیارد سال حیات توش تکوین پیدا کرده و تکامل پیدا کرده و به درجات متعالی رسیده. اون موجودات فرضی و احتمالی که در این چرخه در مریخ درست شده بودن، اونا کجا رفتن، چی شدن، تکلیفشون چی شد؟
نیازی نیست ما بریم اون سر کهکشان ها به دنبال یک کره، یک سیاره، یک منظومه، یک جایی بگردیم ببینیم آیا احتمال شرایط مناسب برای تکوین حیاتش وجود داره یا نه. همین کره مریخ. خب اینه. اما یک نظریه دیگه هم وجود داره و اون نزدیکتر میکنه ما رو به اون گوهر مقصودی که میخواییم بهش چنگ بزنیم. یعنی میگن آقا نرین اون سوی کهکشان ها دنبال موجودات زنده و هوشمند بگردیم. حتی احتیاج نیست از منظومه شمسی خارج بشین، حتی احتیاج نیست از زمین سفر کنید به کره مریخ. بیاین و تاریخ تکوین حیات رو در کره زمین شناسایی کنید. این نظریه رو مطرح میکنم و هر چقدر که زمان جلوتر میره این نظریه طرفداران بیشتری پیدا میکنه. گفته میشه که حتی اون متفکر سترگ جهان بشریت آلبرت اینشتین معتقد بود که آثار غیر قابل توضیحی که گهگاه در گوشه و کنار ما قبل تاریخ بشر نشانی ازش یافت میشه در برابر چشم پژوهشگران، به عوض این که آثار بجامانده از مسافرانی که از فضا به زمین اومده باشند باشه، چه بسا آثار موجودات هوشمندیه که در زمین پیش از تکوین انسان زندگی میکردن و از زمین به فضا رفتند. چه دلیلی میشه بر خلاف این ارائه داد؟ بحث بر سر اینه که کره زمین از تاریخ تکوینش بیش از 4 میلیارد سال میگذره. 4 میلیارد سال. در حالی که تاریخ حضور انسان هوموساپین در روی کره زمین بیش از 100,000 سال نیست. 4 میلیارد سال کجا و 100,000 سال زمان کجا؟ چه اتفاقاتی در عرصه کره زمین در طول این 4 میلیارد سال افتاده و نمیدونیم. نشانه ای ازش در دست نداریم. بشر تلسکوپ میفرسته به فضا، سفینه میفرسته به مریخ، سفینه میفرسته به کاسینی، یکی از اقمار مشتری. هرچه دوراندازتر او دورتر و چون این گنج است او محجورتر. تمام این بررسی هایی که داره در دور دست میکنه اون رو دورتر میکنه از اون هدفی که دنبالشه. چیه اون هدف؟ بشر دو نکته براش مهمه. یکی میخواد بیان بکنه که آقا آیا من تنها موجود زنده و هوشمند در بسیط هستی هستم یا موجودات دیگه ای هم هستم؟ این سوال هم. بعد میرسه به مقتضیات تکوین حیات، میرسه به آب غیره. خب کره زمین یک محیط طبیعی زیست پوشیده از آب، شرایط حیاتی توش فراهمه، حیات هم توش وجود داره، اینها قطعیه. جایی که حیات به وجود بیاد تکامل هم باهاش به وجود میاد، تکامل چرخه حیاتی. و در تکامل چرخه حیاتی قطعا میرسیم به یک مرحله که در اونجا هوش متولد میشه، هوش تکوین میشه. حال به جای اینی که بشر بگرده بگه آقا
جاهای دیگه آیا آب هست؟ آیا حیات هست؟ آیا بهتر نیست که این سوال رو مطرح کنه که ظرف این 4 میلیارد سال و بیشتر تاریخ تکوین کره زمین و چند میلیارد سال تکوین حیات روی کره زمین قانون تکامل چرخه حیاتی تا کجا پیش رفته بوده؟ آیا در این اسنا هوش به وجود اومده؟ موجودات هوشمند روی زمین به وجود اومدند یا نه؟ اگر به وجود اومدند، کی به وجود اومدند؟ کجا رفتند؟ تکلیفشون چی شد؟ چرا رفتند؟ ما از تاریخ تکوین حیات در کره زمین اطلاعات زیادی در دست نداریم و حضور بشر در روی زمین خیلی جدیده، 100,000 سال پیش. و از این 100,000 سالی که بشر روی زمین زندگی میکرده یه چیز قریب 95,000 سالش دوره ما قبل تاریخه که تحول معرفتی توش وجود نداشته، بسیار بسیار ناچیز بوده. تاریخ از اختراع خط شروع میشه، از 5,000 سال پیش به این طرف، از 6,000 سال پیش به این طرف، نه بیشتر. ما در کره داریم زندگی میکنیم به نام کره زمین که 4 میلیارد سال و بیشتر قدمتشه، توش حیات به وجود اومده، چرخه تکامل توش به وجود اومده و ما فقط 6,000 سالش رو به نام تاریخ میشناسیم. ما قبل اون تاریکه. تاریخ یه چراغی تو این تاریکی میگیره، اما برای اینکه جلوی پای خودش رو ببینه این 6,000 سال رو. پس این 4,500,000,000 تاریخ تکوین زمین، تکوین حیات، تکوین چرخه حیاتی تا کجا رفته بوده که ما ازش بی اطلاعیم؟ چه دلیلی در دست هست که بگیم در طول این مدت زمان موجودات هوشمندی در روی زمین تکوین پیدا نکرده باشند، به درجات متعالی تکنولوژی نرسیده باشند و کره زمین رو به جانب اقصا نقاط دیگه ترک نکرده باشند؟ چه دلیل در دست هست؟ چطور میشه این رو نفی کرد؟ قانون احتمالات به ما اجازه نمیده که نفیش کنیم. حال چطور میشه اثبات کرد؟ چه قرینه هایی میشه براش یافت؟ اینها بحث های بسیار بسیار مهم و ارزنده است برای کنار زدن پرده های تاریک از عرصه معرفت موجودی که روی این زمین داره زندگی میکنه و به نام خلیفه. خلیفه یعنی جایگزین. جایگزین کی؟ جایگزین چی؟ به جای کی اومده؟ و جعلناکم خلائف، ما شما رو جایگزینان قرار دادی. جایگزینان کی؟ در قرآن مجید ذکر شده. خب دنباله این بحث رو در گفتارهای دیگه اگر خداوند بزرگ بخواد دنبال خواهیم کرد. خدا یار و یاور شما.